السلام علیکم بینندگان عزیز تلویزیون سیمای مستقل یکم، برنامه اینتلکتوالی شو، برنامه اینتلکتوالی دانشسنج، و باز هم ما آمده مهمانی کاشانه شما شدیم. این پخش هفتمی برنامه دانشسنج در مرحله دوم، یعنی سیزن دوم با دوره دومی برنامه دانشسنج است. پخش هفتمش رو برای شما ثبت میکنیم و چون نمیشگی دانشجویان دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی باباجان غفوروف مهمانی ما هستند. من اینک اشتراکچانی برنامه را برای شما آشنا میسازم و امید میکنم که شما از رفت و شکل برنامه ما علاقه اوگو هستید. از دیدید خب امروز دانشجویان از فکولته تاریخ و حقوق مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی باباجان غفوروف اشتراک میکنند. از چهار کافدره اشتراکچی رقم یک عبدالله نازیموف از کافدره متدیک تعلیم و حقوق، خوش آمدید عبدالله. اشتراکچی رقم دو سید احمد حق بردیف از کافدره تاریخ وطن و آرکیالوژی، خوش آمدید سید احمد. و اشتراکچی رقم 3 منوچهر کریموف از کافدره تاریخ عمومی، خوش آمدید منوچهر. اشتراکچی رقم 4 فرهاد حاجیف از کافدره حقوق شناسی، فرهاد خوش آمدید. جانان عزیز، من کوتاه شک و رفتی برنامه را برای شما آگاه میکنم. برنامه ما از دو بخش عبارت هست. در بخش اول برای شما برای هر یک شما در علاهیدگی بیرون از اختصاص شما از فنهای جمعیتی دو تاگی سوال پیشنهاد می شود با چهار نمودی جواب گزینه. نفری که گزینه درست را انتخاب کرد او دو خال برای خودش کسب می کند، دو خال را برای خودش صاحب می شود. شما حقوقی در این بخش 20 ثانیه فکر کردن را دارید. بخش دومی برنامه ما سه زیر بخش دارد که سرتاپا منطقی است. همه سه زیر بخش طریق عکس، طریق رسم خود صورت می گیرد و من امید می کنم که شما می دانید. بیاید اول بخش اول را آغاز کنیم، بعدا وقتی آمدیم بخش دو من برای شما گشتم استودم که اون سه زیر بخش چگونه است. شما آمده هستید که ما آغاز کنیم سوال جواب را؟ هیجان پخش نمی کنند ما شما؟ نه. خب باشد عزیز، شوشی رقم یک سوال را آغاز می کنیم. توجه می کنید 20 ثانیه حقوق فکر کردن دارید و یکی از وریانت ها را انتخاب می کنید. سوال اولین به شما از صحیح هم تاریخ و هم ادبیات است. ترجمه حال یکی از معارف پروران بزرگ تاجیک محمود خواجه بهبودی را کدام پوبلیسیست نوشته است؟ ترجمه حال یکی از معارف پروران بزرگ تاجیک محمود خواجه بهبودی را کدام پوبلیسیست نوشته است؟ صدرالدین عینی، عبدالرؤوف فطرت، حاجی معین، سید رضا علیزاده. این چهار گزینه بود که من برای شما گفتم. عینی، فطرت، حاجی معین، علیزاده. کدام گزینه را انتخاب کنید؟ شما 20 ثانیه دارید. سوال فهم است؟ ترجمه حال یکی از معارف پروران بزرگ تاجیک محمود خواجه بهبودی را کدام پوبلیسیست نوشته است؟ به فکر من صدرالدین عینی. برای چی آ صدرالدین عینی را شما انتخاب میکنید؟ دیگر نمیتونید؟ قبول کنم. واقعا قبول کنم. قبول کردم و این درست است. گویم خطا میشود دوستم، زیرا این خواجه معین بود. برای چی و بود. خب اشتراکچی رقم دوش توجه کنید. نخستین فیلم حجتی تاجیک چی نام داشت؟ نخستین فیلم حجتی تاجیک چی نام داشت؟ آ. استاد، ب. تاجیکستان، و. رستم و سهراب، گ. پویزد اولین. سوال فهمو هست یا تکرار کنم؟ نه فهمو. اولین فیلم حجتی تاجیکی چی نام داشت؟ استاد، تاجیکستان، رستم و سهراب، پویزد اولین. منطقا فکر کنید میوید اگر ندونید. کدام گزینه را انتخاب می‌کنید؟ خب رستم و سهراب. رستم و سهراب این گزینه ای وی است. همین را شما انتخاب می‌کنید. دیگر نمی‌کنید. قبول کنم. یا دیگر می‌کنید. دیگر قبول نمی‌شه. با وریانت نهایی شما را من نشان می‌دهم. تنها چهار وریانت را یک یک گفتن نگذارید. یکی از وریانت ها رو دیگر شما وحی وریانت نهایی خود را انتخاب کنید. درست. قبول بکنم. آخرین جواب من این پویز. پویز دی اولی؟ پویز. برای تی گه؟ ها. آخرین جواب شما؟ دیگر نمیتونی؟ نه. همین قطعی است؟ همین یک. واقعا قطعی است؟ خوب باشد. قبول کردم و اگر منطقا فکر کنم رستم و سهراب این فیلمی حجتی نبود. من قبول کردم و گزینه گه پویز دی اولی این گزینه نو دو روز دست بیام خطا میشه. زیرا این درست است. و شما دخول برای خودتان کار میکنید. بله درست است. خب اشتراکچی رقم 3 توجه میکنه منوچهر به شما سوال. بازی تنیسی روی میزی در کدام دولت پیدا شده است؟ بازی تنیسی روی میزی در کدام دولت پیدا شده است؟ گرمانیا، انگلیا، فرانسه، امریکا. آلمان، انگلیا، فرانسه و امریکا. کدام گزینه را انتخاب میکنید؟
بازی تنیس روی میزی در کدام دولت پیدا شده است؟ گرمانیا، انگلیا، فرانسه، آمریکا، آمریکا. خب. آلمان. آلمان. وریانتی آ رو شما انتخاب میکنید. گرمانیا. دیگر نمیکنید. بیستون فکر هم نمیکنید. شما اطمینان دارید یا تخمین میکنید؟ خب. تخمین میکنم. تخمین میکنید. قبول کنم. قبول کردم این درست است. گویم باز هم. نه این انگلیه بود. وریانتی ب بود. خب شوشی رقمی چور فرهاد توجه کنید سوال با شما است. گیدرو انرژیتیکا در کجا اختراع کرده شده است؟ گیدرو انرژیتیکا در کجا اختراع کرده شده است؟ فرانسه، گرمانیا، انگلیه، امریکا. باز هم همین گزینه ها. فرانسه، آلمان، انگلیه، امریکا. خب خب من سوال به قدر آشنا نه اما وریانت تخمینی من انگلیه. انگلیه. شما هم انگلیه رو انتخاب میکنه چون در بولا انگلیه بود. خب وریانتی و گزینه و دیگر نمیکنه. نه خیلی. تخمین شما رو انتخاب کنم. ها قبول. اما این درست نیست. گزینه درست فرانسه بود. فرانسه بود. خب آ بود. خب شما باید آرو انتخاب میکردید و شما باید گیرون انتخاب میکردید. شما جوری واس کردید برعکس. خب غمگین نمیشم. حالا گویم که بس رقابت فکری ما در پیش است. حالا خب خیلی زیاد دارم من برای شما تقسیم کرده میدیم. البته کسی که زور است به همون نفر کسی که جواب میگه. خب شوخی رقم 1 عبدالله توجه میکنه. سوال بعد شما سوال دوم قراری اختصاص. شهر دوشنبه از چند ناحیه عبارت است؟ سوال اونقدر مشکل نیست. شهر دوشنبه از چند ناحیه عبارت است؟ دو ناحیه، چهار ناحیه، شش ناحیه، هشت ناحیه. چهار ناحیه. کدام ناحیه؟ سینا، شاه منصور، اسماعیلی سامانی و یک یک دیگهش فیرداسی. فیرداسی. بله. خب چهار ناحیه. قبول کنم. قبول کنم. و این نادرست است. باستم گویم خطا میشه. زیرا این درست است. خب شما حتی نمایش را گفتید این چهار ناحیه است و درست است که شما تا خود برای خودتون کسب میکنید. بله. گزینه شما گزینه درست بود. شوشی رقم یک عبدالله. خب سید احمد توجه کنید سوال با شما. آنقدر مشکل نیست سوال. خنک‌ترین منطقه تاجیکستان چی نام دارد؟ خنک‌ترین منطقه تاجیکستان چی نام دارد؟ بلومکل، سرز، وخش، ایشکاشی. خب شما اوکی جواب گفتن رو ندارید. نفری دیگری که اگر جواب بیاد این نفر تکرار میکنند و خوب رو میگن. اگر شما خود که از شما مثلا پلیس یاد گیرند من هم از بیزار کمک کنید. اگر مشکلی ندارد. خنک‌ترین منطقه تاجیکستان چی نام دارد؟ بلومکل، سرز، وخش، ایشکاشی. خب اگر در این منطقه نظر افغانیم برونکول به نظر این ما برونکول در کجا هست اصلا؟ در همین بدخشان. در بدخشان ولایت مختار کیستانی بدخشان. در پومیر هست آخر. خب برونکول رو شما انتخاب میکنید. دیگر نمیکنید؟ نه نه. خب این در پومیر نوحه مرغوب جاگیر است. برونکول رنگ خانکترین منطقه در بله جمهوری تاجیکستان محسوب میشود و در سرمای زمستان خیلی خوب میشود تا 63-65 درجه. از این لحاظ جواب شما جواب نادرست است. گویا خطا میشود این درست است. بله. خب شما چه رقم 3 توجه میکنیم. اولین کینتیاتر در شهر خوجند کی تشکیل شده است؟ سوال مشکل است زیرا با سوال وابسته است. اولین کینتیاتر در شهر خوجند کی تشکیل شده است؟ 1910 یعنی 1910، 1914، 1917، 1920. 1910، 1914، 1917، 1920. اولین کینتیاتر در شهر خوجند کی تشکیل شده است؟ خب یکی از این گزینه ها را شما باید که انتخاب کنید. خب کدام گزینه را انتخاب میکنید؟ خب تصحیح کنم 1920. 1920 وریانت گ. قبول کنم. دیگر نمیکنم. نه متاسفانه گویم درست میشود زیرا واقعا هم متاسفانه این جواب نادرست است. جواب درست 1914 بود. 1914 بود. خب شوشی رقم 4 توجه میکنید. سوال دوم غیر اختصاص است به شما. کدام حیوان زبان برآورده نمیتواند؟ سوال مشکل نیست، آسان است. کدام حیوان این بخت شما زبان برآورده نمیتواند؟ گزینه ها کراکادیل، مور، پلنگ، پینوین. کراکادیل، مور، پلنگ، پینوین. کدام است؟ شاید جواب آخرام پینوین باشد. پینوین باشد شاید همینطور. قبول کنم. بیشتر فکر نمیکنید؟ نه. شما باید میدونید این کراکادیل است آخر. کراکادیل زبان پرورده نمیتواند. بله این نادرست است. خب جوان عزیز با همین بخش اولی ما با انتها میرسد. غمگین نمیشه ما نفرانه که خول نگرفتید یا خولی کم گرفتید. حالا خول ها در پیش هست زیرا که قسمت اساسی برنامه ما این قسمت
دویوم بخش دویمی برنامه ما است که سه زیربخش دارد و در هر سه زیربخش فالهای زیاد پنهان است نهان است و آن همان نهان را کی کسی که باز میکند کسی که گویم روی پشتش را میکشاید آن همان خوبها را به جایب خودش میگیرد بخشی زیر بخش اولی بخش دویوم برای شما شما میسازم عمومیت عکس ها است برای شما پنج سوال پیشنهاد میشود طریق رسم ها رسم ها به هم دیگر چی عمومیت دارد اینجا میتواند یگان موضع باشد یگان چیز باشد یگان کلمه باشد یگان عبارت باشد چی چیزی هست عمومیت دارد منطقا فکر میکنید میابید کسی که پیش زود برای ما گزینه خود را وریانت خود را پیشنهاد کرد و اثبات کرد که چرا گزینه او درست است و بی ساخت او سه خود برای خودش میگیرد خب نفرانی که نزدیک گزینه پیشنهاد میکنند برای آن نفران ما دو خود پیشنهاد میکنیم اگر شما گزینه رو نیافتید من برای شما کمک کردم همینطور من خود های شما را کمتر کمتر به خودم میگیرم و دو خود یک خود همین گونه این از جواب شما وابسته است یعنی از یک خود تا سه خود شما امکانی به هر یک سوالی ما کار کردن رو دارید هر یک نفر شما نفری که زود پیشنهاد میکنه اینجا مثلا چالاکی شما به اینو گرفته میشه که زود جواب خود را پیشنهاد کنید گزینه خود را ثابت سازید یعنی زیر بخش اول 5 تا عکس عمومیت عکس ها رو میادیم شما آماده هستید خب سوال اولین رو برای شما پیشنهاد میکنه برامد عمومیت عکس ها رو میادم اینجا چی این اینکاس یافته است خب بازی بازی چرا بازی در اون ولی عکس های ولی بازی نمود های بازی نمود های بازی کدام بازی ها کی میتونه بگید گود گود فال کریکت فریزبی و پوکر اینجا و واقعا هم جواب بوزی است و ایشاکشی رقمی سه سه خواب داره خودش کسب میکنند جا درست است که ما سه نمودی بوزی ها اما بوزی هایی که در مناطق ما معمول نیستن ما جا گیر کرده ایم این جواب بوزی است جواب آسان بود خب با مرمان میتر سوهیل چی؟ سوهیل؟ نفهمیدم کی چی گزینه پیشنهاد؟ استیروهان سیاهی سیاهی خوب 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 کی چی گزینه پیشنهاد میکنه شما چی ها رو دیده ایستاده این؟ باغ باغ؟ چرا باغ؟ میوه‌جات پس میکرده شده است اینجا شما میوه‌جات رو در نظر دارید میوه‌جات بعد اینجا درختان ویش و یه تاریخش بگیریم باغ این موضوع تاریخی عکسی بیننگی این الیف هست و عکسی اول من نماشو برای شما گفتم نمیتونم اگر دیرم جواب همون هست از این لحاظ و کمک من برای شما همین است که اگر شما انا همین موضع رو دونید که کجاست جواب انا همون جاست اینجا یک موضع انتالیا زشون کجا؟ انتالیا انتالیا یعنی شما دولتی انتالیا رو انتالیا رو در مهم میدید نه انتالیا نیست اینجا افینا افینا نه دیگر چیز است دیگر چیز هست پاندار دیگر چیز است شما مورخ هستید شما بزرگ دونید شما بینید ایتالیا ایتالیا کدام تا عکس تاریخی بود ایتالیا ایتالیا نیست ریم نیست اینجا ریم قدیم و ریم نیست اینجا بس کدام دولت دولت قدیمه بود مصر هم نیست نیشابور هم نیست امروز این دولت خیلی معمول هست نامی دولت هست اینجا ترکیه نه نه ترکیه نه گریتسی بله اینجا گریتسی این کسی افته است آخیر این رو باید زود میگفتید اما خالها را چکار میکنیم با هم؟ تقسیم میکنیم دو خال به شما یک خال به من یک خالش ما رو من به جایب خودم میگیرم خب شما باید زود میگفتید که گریتسی اینجا گریتسی این کسی افته است بله خب به شوش رقمی یک دو خال میگیرن و ما مرمد میگذاریم به سوالی نامتی یوگا یوگا چرا؟ بایمین خب ترس های گذرانی یوگا این میکنم نمات های گناگونی گویم که مشق یوگا اینجا میکنم شده است و در اکسی تیم حتی بگیم که یعنی انا همون حیکلی یوگا رو بزرگ کرده ایم و ایشوشی رقم یک سه خواه میگرم زود یافتم بله شرط همین از جوان عزیز زود جواب رو میگید و خواه رو برای خودتان خرص میکنید اینجا حجت فکر کرده نشستن گویم یا نگویم گفتن نیست چیزی که به سرتون اومد گوید خب مرم از سوالی نبایدید چی هست اینجا؟ خیلی ساده است تعلیم عزیز اگر منطقا فکر تعلیم با مضمون دیگر سینونیمی تعلیم نمیدونم چیزی دیگر برای من یک همون یک کلمه رو گویید که همون کلمه خیلی ضروری آموزش آموزش نه آموزش نه آموزش نه با چیزی دیگری گفت کسی چی گفت تعلیم دانش تعلیم دانش آموزش
تحصیل. خب اصلا همش مضمون گیره مگر همون میشود تعلیم آموزش یعنی دانش. خب استعدام استعداد آموزش علم باز چه شما که جواب رو گفته اید اما کدومش درست هست تعلیم یک یک جواب پایین توی شما رو میشه کدوم دانش دانش تعلیم تعلیم خب استعداد خب شکر آموزش جوان عزیز اینجا دانش اینی کنجورت هست چرا سکته چکار میکنن کتاب میخوان با واسطه خوندن چی میگیرد؟ بخبار خوندن دانش میگیرد. در عکس دوم کتاب فیزیک نیم شده است که اینجا نیست دانش است. در عکس سیوم چرا ما گیومتری رو این نفاس کرده؟ در گیومتری الگبر نیست یعنی متیماتیک نیست دانش است. اینجا همش رو اگر که جمع کنید نمودهایی گوه دانش هست که ایش رو چه رقم یک خواه رو برای خودشان میگیرد. خوب سه خواه رو و اگر سوال دیگری باقی مانده باشد در زیر بخش اولی بخش دوم ما برای شما پیشنهاد میکنیم. هست مرحبا. خزنده. خزنده. چرا؟ در اونجا عکسای خزنده ها هست. کدوم خزنده ها؟ کرکادیل، مور، کالپسه، کالتکالو. کالتکالو. خب. تیمسو مور و کالتکالو ها؟ همین گونه اون مور کرده. خب این خزندگون هست بله و چی وجودی بس کردن؟ ایشتو چی رقمی سه برای خودشان سه خوب میگیرن؟ من فکر میکنم که با همین عکسای ما در سوالی زیر بخش اول به انتها میرسد. جوان عزیز اویسا اویسا سوال ها کم شدن میگیرند در زیربخش دو و شما مگه سه سوال پیشنهاد می شود در زیربخش اولی بخش دوم و شما پنج تا سوال پیشنهاد شد اما در زیربخش دو سه سوال پیشنهاد می شود و سه سوال مشکل هم نیست ساده هم نیست عکس ها رو به هم دیگر جمع میکنید عنوان گرفته است چی حاصل می شود یعنی شما عکس ها رو به هم دیگر جمع میکنید چیزی حاصل می شود همون چی طوری که هست جمع میکنید و چیزی حاصل میکنید جواب رو برای ما پیشنهاد میکنید باز هم همون شرط نفری که زود جمع کرد و جواب درست رو پیشنهاد کرد سه خوب برای خودش میگیرد آماده هستید؟ خب چی حاصل میشود؟ روح روح بس چی حاصل میشود جوان عزیز؟ چی حاصل میشود؟ خب زبرا چی؟ زبرا زبرا یعنی ظرافه رو شما در نظر دارید نه اینجا ظرافه نیست در عکس اول خانه تخ خانه است خانه نه اینجا تخ خانه است تخ خانه در عکس دوم گذرگاه پیاده گردان است یعنی انا همون زبره گفته شما یعنی انا همون پیش خود راهی زیر زمینی راهی زیر زمینی چرا چون که تخ خانه و اون گذرگاه بله آخه این رو زود باید میافتید بله تخونه و گذرگاه یعنی چی میشود پدوال و گذرگاه پیش خود میکنه یعنی گذرگاه زیر زمینی میشود پد زمینی خود پیلی نه پیلی خود خب انا همین گونه جواب رو میابیم انا همین گونه خواه رو کار میکنیم اشتاک شد اخمی سه خواه برای خودشان کس میکنن اینجا گذرگاه زیر زمینی بود جوانان عزیز منطقا فکر کنید خب مرمت عکس دیگر رو میگم شما پیشتر میکنم خب دفتر و قلم دیکتافون کامیرا با هم دیگر جمع کنه سابت میشه سابت ورانتی خوب است سابت گفتن هم ممکن اما اینجا چیزی دیگر است دقیق تر بگیم خوب دفتر و قلم دیکتافون کامیرا خوب منطقت فکر کنید زود نیو بید منطقت فکر کنید زود نیو بید خوصی کی هست اینجا گویم که نمور برداری ما دست برداشتی سوان که من علاقه داونو نمور من علاقه کای هولو یافته بودم خب هم ها که جورنالیست اکتیو جورنالیست اکتیو چرا اکتیو به این چیزا با اون تعلق دارده با کسی آرام اکتیو جورنالیست چرا برای که دفتر رو وایپ می نویسد بود دیکتفون به زبط میکنه و کامیرش اونو سمت میکنه خب اینجا جواب همون نفره هست که در رو برای شما ایستاده است نشان میدهیم جواب رو بله اینجا روزنامه نگار هست روزنامه نگار با ورق و روشکه می نویسد در مطبوعات چاپ می کند روزنامه نگار با دیکتافونش ثبت می کند در رادیو می گذارد روزنامه نگار با کامیراش به نوار می گیرد و در تلویزیون پخش می کند اینجا فعالیت روزنامه نگاری رو مجمع فراکان آورده بودیم خب مرحبا ما عکس دیگر رو سوال دیگر رو برای شما پیشنهاد میکنیم سومین سوال آسان است خب چی حاصل می شود زودی بگید؟ اینجا رنگ هست خوب اما چی حاصل می شود؟ جوانان عزیز شما باید زود می یافته اینجا چی حاصل می شود؟ شما
همه شما میدونه جواب رو چه حاصل میشود؟ سرخ و زرد جمع کنید، به هم دیگر جمع کنید. سرخ و زرد به هم دیگر جمع کنید، عکس ها رو به هم دیگر جمع میکنیم و چیزی حاصل میکنیم، درست است؟ خب وقتی که سرخ و زرد رو به هم دیگر جمع کردیم چه حاصل میشود؟ سویتافور یعنی سرخ، سرخ زرد اینجا سبز حاصل میشود. نه جوانان عزیز، شما باید زود نگفتید که اینجا چی هست، چی هست اینجا؟ من دیگر کمک کرده نمیتونم که سرخ و زرد رو به هم دیگر جمع کنه، دو رنگ رو به هم دیگر رفتی جمع کردیم، سرخ و زرد رو چی حاصل میشود؟ شما رنگ ها رو به هم دیگر جمع کرده در مکتب، در فندی رسم کشید بود؟ صورت فن بود برای شما که صنعتی تصویری بود، صنعتی تصویری بود، رنگ رو با هم دیگر جمع کردیم برای حاصل کردن رنگ دیگر و اگر سرخ و زرد رو جمع کردیم رنگ اورنجی پیدا میشد یا نداره؟ بنفشه رنگ، رنگ اورنجی پیدا میشود. جوان عزیز ارنج میگم، یعنی سرخ و زرد رو وقتی که جمع میکنه دو رنگ رو رنگ اورنجی حاصل میشه. شما در مکتب این کارو چندین مرتبه کرده اید، یعنی به شما اگر رنگی اورنجی لازم باشد اون رنگ نباشد، سرخ و زرد رو جمع میکنن و حاصل میکنن. خب جوان عزیز این سه خود رو من در جیب خدا میگیرم. حالا که چهار سوال باقی مانده است، آن هم باشد ضرب المثل مخاف ها است که خیلی ساده است و در داخل سادگی ها شاید کمی مشکلی ها هم باشد. 12 خالی دیگر دارم من نمیدونم 12 خال رو کی میگیرد، یکی از شما میگیرد یا تقسیم میکنید؟ خب جوان عزیز زیر بخشی سیومی بخشی دیمی ما این عنوان دارد ضرب المثل و مقال ها رو میابیم. ما طریق ریالی با طریق عکس نشان میدهیم و شما ان همون معنی مجازی اش رو میابید. شما اومده هستید؟ مرمد سوال اولی اول ببین جای خود بعد بیمون پای خود. خیلی ساده است، اول ببین جای خود بعد بیمون پای خود. دخترک در گذرگاه دیده ساده است و بعد قدم رو گذاشتم و درست است. اشتراکشی رقمی سه سه خواب میکنم، این 100% درست است. خب مرمد مو سوالی نمیتی رو پیشنم از یک دست دو نمی برایم، از یک دست دو نمی برایم، یک دست و صد دو. بله اشتراکشی رقمی سه باز هم اولی شده برای مو این گزینه رو پیش نیخود کردن. خب مرمد ساده است این هم. خب این کدام ضرب المثل است؟ این کدام ضرب المثل است؟ خب قفسی طلایی به خب ما در هر برنامه دونستن یک ضرب المثل یا مقال اختراع میدونیم، نمیدونم قفسی طلایی این گونه ضرب المثل نیست به فکر ما. خب شما منطقا فکر کنید در عکس اول شما چی رو دیده ساده؟ قفس. شما فقط به قفس رو میبینید؟ کتاب دیده کتاب. اما من آنجا تاریکی رو میبینم، شب رو میبینم، طوری که شب رو میبینم. چرا که در انمون داخل قفس شام بیرون شده است، یعنی شب طوری که هست، یعنی شب هست. با مضمون دیگر همین رو چی میگن با همون شب رو با مضمون دیگر، یعنی اگر گویم که منطقا من الان که جواب رو گفتم و عکس شعر اینجا هست، شما طوری که رو همچون چی قبول کردن نمیتونه؟ مثلا صبح رمز چی است؟ بر وقت است. بر وقت. شب رمزی چی است؟ بیوقت است. بیوقت سینونیمی بیوقت چی است؟ شب. سینونیمی بیوقت یعنی چی است؟ دیر. و انا همین دیر رو با شعر جمع کنیم چی میشه؟ ما علاقه کای ها گفتم جواب رو دیر و شعر چی میشه؟ دیر وید و شعر وید. آخر بله آخر دیر وید و شعر وید. ما اینجا عکس دیر یعنی عکس توریکی رو گذاشتیم و عکس شعر رو گذاشتیم که شما زود یا به دیر و شعر. خب دو خال میگیرن کشی یا اشتراکی رقم چهار را زیرا که یک خال رو گویم که من برای خودم کار کردم و دو خال برای شما میگیم. خب آخران سوال بکرم چه هست اینجا؟ خیلی ساده است نظر رو مثلا گندم کردی گندم جاو کردی جاو گندم کردی گندم میگیری جاو کردی جاو اول جاو میگیری جاو کردی جاو میگیری
علی شیر و شیر علی هر دو یک هست. یعنی از گندم گندم از جام جام میروی از گندم گندم از جام جام میروی از گندم 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 کنیدی گندم میگیری جام کنیدی جام میگیری. در هر منطق جمهوری ما هر گونه استفاده میبرن اما منطقا همین است. درست است که بله از گندم گندم میروی و از جام جام و ایش وشی رقمی یک سه خول برای خودشون کسب میکنن و من فکر میکنم که با همین سوال های ما با انتها میرسد. فرصت فرار رسیده که من برای شما چی رو بیان؟ نتیجه رو بیم بله یعنی سبت رو از او برداره من بگوید که ما که در داخلی سبت چی هست و کی چند خولی هست اما مهم چی هست جوانه عزیز اشتراک غالبیت هستن مهم اشتراک هست بله البته مهم اشتراک هست مهم غالبیت نیست من از اشتراک شما سپاسگزار هستم و من فکر میکنم که همه شما غالب هستید زیرا که من شما رو از کافیدره شما انتخاب کرده فرستادن. خب بیایید در چند جملگی فکر کنید شما رو پیش از اون که خوب رو برای شما بیم میگویم که برنامه چی خیلی بود به شما چی چیز پسند نشد یا اینکه چی چیز برای خود گرفتید مرحبا برنامه خیلی خوب بود همه از جهت اتیکی استتیکی و از جهت ترتیب و نظام همش از روی قاعده و قانون بود خوب. با ما از جهت های منفی به چشم نرسید خیلی برنامه خوب بود برای شوق خوانندگان رو دانشجویان رو زیاد کردن این برنامه خوب است تشکر سلام هم باشد خوب دشوف شد رقم دوی ما چی میگه؟ این برنامه خیلی خوب بود اخی مثلا ما در دانشگاه خیلی دانشگاه نظری رو گرفته بودیم در آنجا عملا اثبات کردیم که دانش ما چقدر اخی چقدر دانش ما برای همین سوال خوب جواب همین معین کرده فهمو تشکر سید احمد اما جوان عزیز من پیش از اون که دوی شما هم سخن میگید یک چیز رو میگم اینجا میاری معین کننده دانش شما نیست این برنامه البته این چیز رو خودی شما هم میدونید اینجا بختی شما هست چالاکی شما هست و حتما که منطق تفکر انتقادی شما کار میاد اما اینجا میاری معین کننده دانش هیچ نفر نیست یعنی اون چیزی که من میدونم شاید شما ندونید اون چیزی که شما میدونید شاید که من ندونم از این یاد اینجا همون چیزی که برای شما میدونستید و اومد شما برد کردید برای همین من نمیگم که اینجا معین کننده سطح دانش شما خب شما چی فکر دارید امروز شما هم خیلی فعال بودید بازی بسیار شفاف گذشت من از این بازی و از این برنامه که شما تشکیل کردید یکان ایران ندارم و سپاسگزار خود را به راه فریتی تلویزیون شما میرسندم که این بازی را تشکیل نمودم و بسیار خوب میشود که این گونه بازی ها را باز بسیار تر تشکیل کنم سلام هم باشید تشکر خوب فرهاد جان چی میگید؟ بازی بینیت هم شاقوار و بگفتی خودتان منطقی بود اکنون هم کسی بور نکند که بسیار چولوک باشد شوسوس چولوکی و با کل بیورد این برنامه خیلی برنامه خوبه برای ما جوانان تکانی جدی میدهد بازم برای در آینده از خود سایقل دادن دانشوی ما از خود کردن دانشوی نام تشکر فرهاد سلام هم بشه جوان عزیز خوش آمده تشکر زیاد و بار دیگر میگم ما یک نفر رو را گویم که شرطن با نیم نهویی یعنی مرحله دویمی بازیم مرحله دویمی برنامه دعوت میکنیم اما پیش از گفتنی اون که من کی غالب است من باز هم میگم که همه شما غالب است اما یک چیز کی خور خودش رو میدونن کی میدونه خور خودش رو میدونه چند خور چهار از نفری که خولی کم گرفتم بیاد از این لحاظ من میدونم خولی کم خب دیگر ها نمیدونید همه توجه گیم برای دریافت کردن حساب جواب بودن خب من برای شما میگم خب جوان عزیز اینک من خولهای شما رو از یک جانب نباشد میگم و معلوم میشود که کی غالب است عبدالله شما در مجموع 16 خول به دست آوردید تبریک میکنم شما رو و سید احمد بله شما درست گفتید چون 4 خول از آن شما است خب منوچهر میدونید چند خول همگی یک خول کم از شوچی رقمی یک شما 15 خول برای خودتان کسب میکنید دوستان خب فرهاد شما دو خول رو برای خودتان کسب میکنید شما هم خول های کم گرفتید متاسفانه اما منوچهر و عبدالله خیلی فعال بودن منوچهر خولی شما هم اگه یک خول کم میکند اما شرط همین است که کسی خولی زیاد گرفت بعد این نهایی رو خود میگرد از این نهایی یک خول است یا نو از ده پنج است ما البته کی رو تبریک میکنیم عبدالله تبریک میکنیم عبدالله شما در نهایی رو خود گرفتید و منوچهر شما روزی هستید که عبدالله بعد این نهایی شد بله روزی هستم و خودش معلوم بود که وی بسیار فعال است
مرتبه دوم. یعنی شما همه شما روزی هستید که از نام فکولتتی تاریخ و حقوق عبدالله با دیگر فکولتت ها و کافدر خون رقابت فکری کنم. من تشکر. خب برای اشتراکتان و برای اون که شما دستی خالی نروین ما یک ظرف زیبو با نوشته تجارتی دانش سنج و لگتی پی اسم یک دانشگاه دولتی خوجند یک ظرف زیبو آماده کرده. من فکر میکنم که گوکو قفه می نشد چای می نشد به خاطر میارید که در برنامه ما اشتراک کرده بودید. این از شماست دوستم، این از شماست. خوب با غالبی ما توفه نیست متاسفانه، از این لحاظ توفه شما این خالهای شما است. شما غمگین نیستید؟ خوب شما خیلی میتونم توفه شما رو شما رو در نیم نهایی انتظار است. شما اونجا رقابت میکنید، خواه بازی رو میبرید، خواه بای میدید، شما توفه خود رو البته که میگیرید. جوان عزیز بار دیگر خوش آمدید، تشکر برای شرکت. ایزان دل بینندگان عزیزی تلویزیون سیما مستقل یکم، به هر نفری که در برابر اشتراکچیان ما با سوال های منطقی ما جواب جستند و گفتند که جواب انا این است، این بود جواب درست، این نادرست بود و هر چیزی که شما گفتید، من فکر میکنم که این موفقیتی برنامه ما است. اگر شما هم با سوال های ما جواب جستید و برنامه ما را شاهد بودید، من برای شما کامگاری موفقیت را تمنا میکنم. تا برنامه دیگر خود را احتیاط کنید. خیر، خداحافظ.